چندمین زخم کاری بر پیکر نیروهای جمهوری اسلامی در منطقه با ترور وسام طویل، فرمانده ارشد حزب الله لبنان و ترورهای سریالی دیگر، شکست در میدان، ادعای پیروزی در تهران. این داستان نفوذ اسرائیل تا پشت خیمه‌های جبهه مقاومت است. دوشنبه 18 دی ماه، روستای خربت سلوم در جنوب لبنان، کشته شدن وسام حسن طویل از فرماندهان ارشد حزب الله در حمله موشکی اسرائیل. وسام طویل ملقب به حاج جواد از فرماندهان میدانی نیروهای ویژه رضوان همراه با دو عضو دیگر حزب الله زمانی هدف قرار گرفت که از در خانه‌اش خارج و سوار ماشین شده بود. یک منبع امنیتی نظامی در لبنان که نخواست نامش فاش شود به ایران اینترنشنال گفت این ترورها نشان می‌دهد اسرائیل در حزب الله نفوذ اطلاعاتی عمیقی پیدا کرده. وسام طویل فرمانده یکی از واحدهای یگان رضوان بود، یگانی متشکل از 2500 نیروی ویژه که برای آنچه نبرد نهایی با اسرائیل خوانده شده آموزش دیدند. اسرائیل از زبان وزیر خارجه‌اش مسئولیت این ترور را بر عهده گرفت. اسرائیل کاتس گفت این بخشی از جنگ است و ارتش این کشور عوامل حزب الله و زیرساخت‌هایی را هدف قرار می‌دهد که برای تضعیف اسرائیل سازماندهی شدند. مقام‌های اسرائیلی هفته هاست خواهان خروج نیروهای رضوان از مناطق مرزی شدند تا ده‌ها هزار اسرائیلی آواره بتوانند به خانه‌هایشان برگردند. حزب الله در بیانیه اعلام کرد پس از حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل، وسام طویل در مرزهای جنوبی لبنان مسئولیت چند عملیات میدانی ویژه علیه اسرائیل را بر عهده داشت. حاج جواد 7 سال پس از تشکیل رسمی حزب الله به این گروه پیوست و در جنگ 33 روزه لبنان و اسرائیل در سال 2006 حضوری پررنگ داشت. او در جمع‌آوری اطلاعات تحت فرماندهی عماد مغنیه رهبر ارشد نظامی لبنان عمل می‌کرد، کسی که نام یگان ویژه حزب الله از لقب او حاج رضوان گرفته شده. وسام طویل با آغاز جنگ داخلی در سوریه یکی از فرماندهان نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در سوریه بود که در سرکوب معترضان سوری و در حمایت از بشار اسد نقش‌آفرین بود. او در انتقال سلاح به حوثی‌ها شبه نظامیان یمنی مورد حمایت تهران مشارکت داشت و از نزدیکترین افراد به مصطفی بدرالدین یکی دیگر از رهبران ارشد نظامی حزب الله بود. بدرالدین متهم اصلی پرونده ترور رفیق حریری نخست وزیر لبنان در سال 2005 بود و دادگاه لاهه علیه او حکم داد. وسام طویل در کنار قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس در عراق هم جنگیده بود. حزب الله لبنان در بیانیه اعلام کرد که در تلافی این ترور با پهپاد مقر فرماندهی شمالی ارتش اسرائیل در شهر صفد را هدف قرار داده. پیشتر تصور میشد بر اساس هشدار 4 ماه قبل حسن نصرالله حزب الله با ترور رهبران مقاومت در خاک لبنان وارد جنگ شود. هر عملیات ترور در داخل لبنان علیه یک لبنانی یا فلسطینی یا یک ایرانی یا سوری انجام شود قطعا پاسخ ما جدی و قوی خواهد بود. هفته گذشته اسرائیل صالح العاروری نایب رئیس دفتر سیاسی حماس و از مؤسسان گردانهای عزالدین قسام و 5 عضو دیگر حماس را ترور کرد. در یک حمله موشکی به ساختمان دفتر حماس در منطقه المشرفیه در نزدیکی فرودگاه بیروت، در حالی که تصور می‌شد لبنان در انتقام این حمله وارد جنگ می‌شود، نصرالله در یک سخنرانی با دوربین‌های مداربسته برای هوادارانش تنها وعده انتقام داد. من به شما میگویم که ترور صالح العاروری بدون پاسخ نخواهد بود و ما از عبارت در مکان و زمان مناسب استفاده نمی کنیم. تصمیم اکنون در دست میدان جنگ است. میدان جنگ پاسخ خواهد داد. میدان جنگ منتظر نمی ماند. اما ساعاتی بعد از این تهدید، اسرائیل حسن هادی یزبک ملقب به ذوالفقار از فرماندهان میدانی حزب الله را ترور کرد. در این حمله به یک خانه در منطقه ناقوره در جنوب لبنان 3 عضو دیگر حزب الله هم کشته شدند. سه‌شنبه هم سخنگوی ارتش اسرائیل از ترور حسن عکاشه مسئول عملیات موشکی حماس در سوریه خبر داد. 2 هفته پیش هم رضی موسوی از فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران و مسئول انتقال تسلیحات به حزب الله در حمله اسرائیل با 3 موشک به مقرش در زینبیه دمشق کشته شد. یک فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه فاش کرد که اسرائیل از طریق جاسوس‌هایش توانسته مکان دقیق حضور رضی موسوی را شناسایی کند. 5 شنبه گذشته هم در حمله پهپادی آمریکا به شرق بغداد، مشتاق طالب السعیدی فرمانده عملیات 8 شبی در بغداد کشته شد.
در تازه ترین خبر، حزب الله اعلام کرد علی حسین برجی، فرمانده نیروی هوایی حزب الله در جنوب لبنان هم در حمله اسرائیل به یک خودرو کشته شد. مجموعه ترورهای سریالی که نشان می‌دهد جبهه موسوم به مقاومت در محاصره اطلاعاتی اسرائیل و آمریکا قرار گرفته، طوری که آنها با نفوذ اطلاعاتی به پشت خیمه‌های نیروهای نیابتی تهران در منطقه رسیدند. پیشتر عملیات‌های موساد در تهران آسیب‌پذیری اطلاعاتی جمهوری اسلامی در خاک ایران را عیان کرده بود. حالا اما به نظر می‌رسد تهران چه در داخل و چه در خارج تحت شدیدترین نفوذهای اطلاعاتی قرار گرفته. با این حال خامنه‌ای سه‌شنبه در تهران فریاد پیروزی سر داد. آمریکای با اون عظمت را و رژیم صهیونیستی آویزان با آمریکا رو عاجز کردن. از زمان آغاز جنگ حماس و اسرائیل تا کنون 170 لبنانی در نتیجه آتشباری متقابل با اسرائیل کشته شدند که بیش از 120 نفرشان عضو حزب الله بودند. به نظر می رسد اسرائیل به این ارزیابی رسیده که تهران و بیروت در مقابل ترورهای سریالی نیروهای کلیدی جبهه مقاومت دست کم فعلا واکنش جز تهدید و پرخاش ندارند. نتیجه راهبرد مؤثر اسرائیل در منطقه است. قل و قم فرماندهان جبهه مقاومت بدون ورود مستقیم به جنگ. اسرائیل راضی، حسن نصرالله و خامنه‌ای هم گویا فعلا مجبورند راضی باشند به رضای خدا. مشتبه پورمحسن.